از نفرات برتر نخستین دوره مسابقات ملی قرآن جایزه کربلا تجلیل شد. آیین اختتامیه نخستین دوره مسابقات ملی قرآن جایزه کربلا با حضور شیخ عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی آستان مقدس حسینی و جمعی کثیر از علما و شخصیت‌های قرآنی عراق برگزار شد. در این مراسم نفرات برتر در سه بخش حفظ، تلاوت و تفسیر قرآن مورد تجلیل قرار گرفتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن آستان مقدس حسینی، این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن توسط مصطفی صراف قاری عراقی آغاز شد و در ادامه شیخ عبدالمهدی کربلایی در سخنانی غنی ساختن جامعه از فرهنگ قرآنی را ضروری دانست و بر تربیت شخصیت‌هایی که علاوه بر حفظ و تلاوت قرآن به علوم قرآنی مزین باشند تأکید کرد. او در ادامه سخنان خود با اشاره به ممتاز بودن این مسابقات از نظر نحوه برگزاری و سطح بالای شرکت کنندگان و رقابت تنگاتنگی که میان آنان برقرار بود از ضرورت تلاش برای کشف استعدادهای قرآنی و توجه به آنان برای رسیدن به سطوح جهانی سخن گفت. این مراسم با تجلیل از برگزیدگان مسابقات در سه رشته حفظ، قرائت و تفسیر پایان یافت. نخستین دوره مسابقات ملی قرآن جایزه کربلا از 5 تا 8 تیر ماه سال جاری به همت دارالقرآن آستان حسینی در ظاهرسرای سید الاوصیا در کربلای معلا برگزار شد و قرار است این مسابقات از ماه شوال سال آینده در سطح بین المللی برگزار شود.